بحث سومی که ما دیروز داشتیم بحث احیای برجامه. امروز دیگه فکر میکنم حالا بعضی البته فیلم و اینا درست کردن مال مثلا پارسال پیارسال دستشون باد کرده دارن پخش میکنن، حالا اینا مال قدیمه، کار نداریم، اینا برامون تفکرات قدیم، عیبی من نداره اینا پخش میکنن برای اینکه ماهیت خودشون رو افشا میکنن. امروز دیگه همه میدونن راه حل برای موزل برنامه هسته‌ای ایران اجرای توافق هسته‌ای است، هم برای همه روشنه، برای 4 به اضافه 1، برای 4 5 به اضافه 1، برای اروپا، برای منطقه، برای همه روشنه. باید این توافق به خوبی اجرا بشه. ما اجرای عین سند برجام رو می‌خوایم، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. زیاده خواهی، ما دنبال زیاده خواهی نیستیم که بخوایم زیاده خواهی بکنیم. البته یه طلبهایی ما داریم بعداً مطرح میکنیم. ما تو این 4 سال صدها میلیارد دلار به ما خسارت خورده، اون سر جای خودش. حالا الان فعلا این بحث نمیخوایم مطرح بکنیم. عین برجام باید پیاده بشه، نه کم نه زیاد. برجام پلاس ما نمیخوایم، برجام ماینس هم ما نمیخوایم، ما عین برجام رو میخوایم. خب در این کار سه تا پله داره. پله اول مربوط به رفع تحریمه، این به عهده آمریکاست، یعنی دیگران هم باید کمک کنن، البته وظیفه شون چاره به اضافه، اما اصل آمریکاست، مشکل رو اونا ایجاد کردن، باید کلیه تحریم ها رو وردارن. ما باید هم شرایط برجام چی بود تو سال 2015، همون شرایط اقتصادی که پیش بینی شده بود در برجام تعهد کرده بودن باید برگردن به اون. هر گونه تحریمی که به بهانه های دیگر، با تگ های جدید، برچسب های جدید، هرچه، اونا هم باید بزنن کنار، ما برگردیم به یک اقتصاد سالم متعادل قابل قبول. اونا هم برگردند و ببینند یک فعالیت هسته‌ای ما انجام میدیم در چارچوب برجام. پس بنابراین این قدم باید اونا بردارن. تو این قدم علی‌ظاهر در زبان فعلا جدی هستن، میگن ما تحریم ها رو بر میداریم، اما این تحریم هایی که میگن برمیداریم، میگن در بخش فلان بخش فلان بخش، این عنوان ها کافی نیست برای ما که بگن در بخش نفت هرچه تحریمه برمیداریم، در بخش پتروشیمی، نه، تمام تحریم هایی که شماره داره معلومه باید بیارن رو کاغذ، بگن این اینا برداشته میشه، همه دنیا هم بدونن، ولا باز تو کلیات گرفتار میشیم که این جزئیاتش چگونه است. باید دقیق با آدرس بگن تحریمات چجوری برداشته میشه. پس در بخش تحریم کامل بار بر دوش آمریکاست، اونا باید این کار رو انجام بدن. در یک قدمهای اینا جدی اینا رو دیدیم، در یک قدمهای دو پهلو حرف میزنن. به هر حال باید ببینیم گامهایی رو در این زمینه برداشتیم، گامهایی که تا امروز برداشتیم گامهای صحیح درست و در چارچوب سیاست هایی بوده که مقام معظم رهبری مشخص کردن. این کار کاملا درست انجام گرفته و ما درست داریم پیش میریم. حالا گام های دیگری هم مونده، ما باید گام های دیگر رو انجام. این یک کار. دو تا کار به عهده ماست، یعنی حالا میگم چجوری به عهده ماست. یکی این که تحریم برداشته شد، ما میخواییم راستی آزمایی کنیم. وقتی تحریم برداشته شد بگیم بله تحریم برداشته شد، یعنی اون بله رو ما باید بگیم. تحریم برداشته شد، از ما میپرسن تحریم برداشته شده، ما نگاه میکنیم میپرسیم از بانک مرکزی، از نفت، از راه، از بقیه بزن، آقا تحریم برداشته شده؟ همه میگن آره. میگم خب تمام برداشته شد. پس راستی آزمایی است و ما دیروز راجع به راستی آزمایی مفصل بحث کردیم که چگونه می‌خوایم راستی آزمایی کنیم،
چقدر زمان میبره؟ این راستی آزمایی هم به نظر من خیلی پیچیده نیست. اگر از قبل درست برنامه ریزی بشه، همکاری کامل باشه، حسن نیت کامل باشه، در یک زمان نه چندان طولانی میشه این رو گفت. یعنی همه دستگاه های ما، عمده دستگاه های ما سه تا هستن عمدتاً: وزیر نفت، وزیر راه، بانک مرکزی. عمدتاً، حالا وزرای دیگر هم البته هر کدام نقشی دارند و نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی این سه نفر اگر بگن تحریم برداشته شده، میتونیم ما به راحتی به مردم ما اعلام کنیم تحریم برداشته شده. خب پس این یک بحث که ما بحث ریز و مفصل و اینا رو انجام دادیم که سر جای خودش استفاده میشه. قدم سوم کاری است که ما باید انجام بدیم، یعنی برنامه هسته‌ای خودمون باید کامل منطبق بشه به برجام. عیناً ما این کار رو خواهیم کرد، یک میلیمتر هم زیاده خواهی ما نمیخواییم. عین برجام، هر چه در برجام آمده بقیه رو جمع میکنیم، اگه چیزی اضافه هست جمع میکنیم، الحمدلله انبار داریم، میبریم تو انبار میذاریم، مشکلی هم نیست. به هر حال حالا یک کسکیتی الان داشته کار میکرده، ممکنه شیر گازشو ببندیم، بعد اون کسکیت هم، اون زنجیره هم لازم باشه ما جمع بکنیم، جمع میکنیم. کاری نداره، ساده است. یعنی کار ما کار بسیار ساده ای است، در یک زمان بسیار کوتاه چیزی باید بفروشیم، چیزی باید بخریم، هر چه که هست. به هر حال اینا تو برجام کامل مشخص شده، عین برجام رو ما اجرا خواهیم کرد و پیاده خواهیم کرد. بنابراین این بحث هم سر جای خودش محفوظه. سه گام باید برداشته بشه: گام تحریم کامل آمریکایی‌ها باید این گام رو بردارن، گام دوم راستی آزمایی است. ما برنامه ریزیش انجام دادیم، در یک زمان کوتاهی ما میتونیم این راستی آزمایی رو مسئولین ما اعلام کنن که تحریم برداشته شده. گام سوم هم بازگشت در زمینه هسته‌ای به کل توافق هسته‌ای و برجامه که ما دقیقاً اون رو اجرا میکنیم و عمل میکنیم. انشاءالله امیدواریم که ما در قدم‌های بعدی هم در 5+1 در همه اونها صداقت، جدیت و حل سریع مسئله رو کاملا حس کنیم. ببینیم تا زمانی که این رو ما حس میکنیم، این رو ما ادامه میدیم. البته نه زمان طولانی، در یه زمان کوتاهی این باید همه چیز تمام بشه، به نتیجه برسیم، مردم هم با آمال واردشون برسن. و کلمه آخر، ما در برنامه هسته‌ای، ما در برنامه واکسن، ما در برنامه مقابله با کرونا، ما در معیشت مردم، ما در تولید، هیچ نظری به انتخابات نداریم که انتخابات چگونه، نتیجه انتخابات چگونه. اینا وظیفه ماست. حتی من نمیخوام بگم، حتی اگر انتخابات در 1400 نبود، در 1401 بود مثلا، ما همه اینا رو انجام میدادیم با همین قدرت. امروز هم که انتخابات ما، البته مردم ما اگه خوشحال بشن، اگر مردم ما احساس بکنن شرایط زندگیشون بهتر شده، موفقیت بهتری مردم و دولت به دست آوردن، با نشاط بیشتری تو انتخابات شرکت میکنن. ما انتخابات پرشور میخواییم. برای انتخابات پرشور البته موثره. وظیفه ماست، طبق این وظیفه ما یک ثانیه هم وقت تلف نمیکنیم. حرف این اونم ما گوش نمیکنیم. اون این جناح یکی از این چیزها اینقدر بگید تا خسته شید، هیچ تأثیری به حال ما نداره. ما یک چارچوبی مقام معظم رهبری تعیین کرده، در اون چارچوب حرکت میکنیم، یک ثانیه هم وقت تلف نمیکنیم، عجله هم نداریم، البته کار رو پیش میبریم. هر زمانی میخواد به نتیجه برسه، اهلا و سهلا، یک ساعت زودتر به نتیجه برسه به نفع مردم ماست و این خواست مردم ماست. مردم ما این رو میخوان. اگه کسی میخواد توی انتخابات شرکت بکنه، میخواد سنگ بندازه و مانع رفع تحریم بشه، بدون مردم بهش رأی نمیدن. اگه کسی داره این کاره میکنه و فکر میکنه تو انتخابات پیروز میشه، اشتباه میکنه. ملت ما امروز خواستش این هست و ما هم طبق خواست ملت در چارچوب هدایت مقام معظم رهبری انشاءالله کار رو پیش خواهیم.